شنوندگان مهربان سلام عصر بخیر به کاربر از خوش آمدین آغازگر برنامه ما سرخط مهمترین اخبار اقتصادی برتری ارزش دلار در برابر ین و رونق بازار سهام برتری ارزش دلار در برابر ین و رونق بازار سهام ارزش دلار آمریکا در برابر ین به با بالاترین میزان خود تحلیلگران بازار سرمایه میگویند که دلار سیر سعودی خود در برابر ین را ادامه خواهد داد در عرصه بازار سهام نیز بازارهای جهانی که روز سشن به یعنی روی 9 اپریل گرفتار رکود بی شده بودند خارج شدند جزئیات بیشتر سهشنبه 9 اپریل در بازارهای جهانی سهام به عنوان روز مهمی رقم خورد ارزش دلار افزایش یافت و یورو بیشترین ارزش خود را از جنوری 2010 تا کنون یافت. ارزش دلار آمریکا در برابر ین یعنی ژاپن به بالاترین میزان رسید. تحلیلگران بازار سرمایه میگویند دلار آمریکا سیر سعودی ارزش خود را در برابر ین یعنی ژاپن ادامه خواهد داد و این با توجه به اوضاع اقتصادی امروز و چشمانداز آینده نزدیک اقتصاد ژاپن امری اجتناب ناپذیر است. در عرصه سهام نیز بازارهای جهانی روز سهشنبه 9 اپریل از رکود به ای که گرفتار آن بودند خارج شدند. نرخ شاخص سهام بازارهای اروپایی روز سهشنبه افزایش یافت. تحلیلگران بازار سرمایه میگویند تصمیم دولت ژاپن برای سرمایه گذاری دراز مدت در سهام گوناگون اما دیدگاه بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای آسیایی را تغییر داده و احتمال می رود که خریداری سبت های گوناگون سهام دولتی ژاپن توسط بانک معظم موسوم به با بانک ژاپن در نهایت به آن منتج شود که سرمایه گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را به خارج از آن کشور انتقال دهند انگیزه چنین اقدامی قاعدتا تمرکز بانک ژاپن بر سرمایه گذاریهای بلند مدت است ارزش دلار آمریکا از زمان رونمایی بانک ژاپن از پروژه این دست سرمایه گذاری های دراز مدت حدود 7 درصد بیش از ین ژاپن شد و این افزایش ارزش را تا پایان روز سهشنبه حفظ کرد. سود اوراق قرضه 10 ساله در بازار سهام هلند به 1.5 درصد رسید و سود اوراق قرضه 10 ساله در بازار سهام آلمان به 1.28 و و درصد رسید. این در قیاس با شاخص این سهام در پایان هفته گذشته پیشرفت قابل توجهی تلقی می‌شود. پایان هفته گذشته رکود بازارهای سهام اروپایی به آن منتج شد که این بازارها پایین ترین نرخ شاخص سهام خود را طی حدود نه ماه گذشته ثبت کنند گفتنی است که رئیس بانک مرکزی اروپا سال گذشته میلادی طی سخنانی گفت هر تدبیری را که لازم باشد برای حفظ یورو اتخاذ خواهد کرد تا لحظات دیگر بر همراهی همراهیمان کنید با کاربار از یک خوش آمدین نماشگاه صنایع هرات روز گذشته 20 حمل از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گشایش یافت. در این نماشگاه انور الحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که دولت افغانستان برای کسانی که در دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری میکنند، امتیازات ویژه را در نظر گرفته است. در این مورد بحث را با آقای هاشم رسولی مسئول روابط عمومی اتاق تجارت تهیه که ایشان به کاروبار خوش آمدید خب آقای رسولی چون از هیات از اتاق تجارت هم در این نماشگاه حضور داشت میشه شما اشاره بکنید که تیازات شامل چی بوده میتونه که آقای انوار, آنوار الحق هدیه اشاره کردن بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت بینندگان تلویزیون یک بعضی نکات بسیار جالبی است در سند پالیسی تشویقی اگر که چند تقریبا نزدیک به شش ماه پیش حکومت افغانستان یک سند پالیسی تشویقی برای دوره انتقال و دوره تحول در نظر گرفته بود برای اینکه مانع خروج سرمایه از کشور شود و همچنان سرمای بیشتری به داخل افغانستان جذب شود کدا در اونجا در 5 سکتور سرمایه‌گذارت مسائل تشویقی را در نظر گرفتن پالیسی تشویقی را سکتور زراعت سکتور معدن ساختمان انکشاف صادرات و صنای است در بسیار خلاصه اگر بگوییم این سندی در این 5 مورد چیزایی که بسیار عموم است یکی دسترسی به زمین تا به صورت رایگان در خیلی موارد در جایی که زمین‌های دولتی است معافیت مالیاتی از 5 تا 10 سال تا و اعطای قرضه‌های بلند مدت تا 5 تا 10 سال و معاف شدن محصولات گمرکی از ماشنالات و بسیار مسائل دیگه است سند پالیسی تشویقی در به نوبه خود دو بوده میتونه ما در نظر بگیریم از یک نظر هم خوب هست و از یک نظر معیوز کننده هست از این نظر که خوب است که جذب میکنه سرمایه گذاری که نو میخواین در افغانستان سرمایه گذاری و از یک نظر در این سند نگفتش گفته نشده که آیا سرمایه هایی که در افغانستان در ده سال بودن و موفق بودن آیا اونها چی میشن؟ آیا وقتی که برای یک فابریکه شما ده سال معاف مالیاتی میگیرین و تمام تجهیزاتشان از وسایلشان از مثلا مسئول گمرکی معاف میکنین قرضه برش میتین و او در مقابل از یک فابریکه است که امو جنس تولید میکنه سنویش او چی خواهد شد پس او باید یک بار دیگه یعنی سر چیز خود فابریکات خود تعطیل بکنه از کشور خارج شد و بعد هم بیاید و دو مرتبه سر مگذاری کنه که از چیزها چیزا مستفید این دو بوده متفاوت داره که متاسفانه در این پالیسی در نشده و یک موضوع بسیار مهم دیگه است که تطبیقی پالیسی است ببینید یک چیز ما پالیسی میگیم یک چیز را رو بسیار رویایی یک چیز رو جور میکنیم بسار جالب و بسیار مثلا جذاب ولی کن در کنار از اون ما قوانین مقررات داریم که اونا باید تعدیل شوند با این بیروکراسی در داخل افغانستان بین حکومت و با این نبود یک امانگی بسیار ضعیف یه امانگی بسیار ضعیف که وجود داره بین نهادهای حکومت نهادهای دولت به شمول پارلمان شما ببینید این قوانین که ای تصویب میشن ما یک مثال برای شما بگم در این پالیسی قوانینی که ضرورت داره تعدیل شه قانون مالیات بر عایدات قانون گمرکات طرز عمل مالیاتی در اول تعریف گمرکی قانون رقابت قانون معدن قانون نفتگاز و گاز و شاروالی قانون زمینداری قانون انتقال محصول و تجهیزات معدن کاری قانون باید اینا تصویب شوه اینا یک بار دیگر بازنگری شوه از یک با وزارت معدن به شورای شروع شورای وزارت معدن از بوشن ما اسلام میکنم وزارت عدلیه یعنی دو, بار به وزارت عدلیه میره از وزارت عدلیه باید به پارلمان میره پارلمان دو تا مجلس داریم تا اینا تصیب شه تا به دو مرتبه رژیم رو توش کنه یعنی کاغذ یعنی من خب باور نمی کنم که در سال 2013 2014 کی سند قراره که تطبیق شوه و ما سرمایه گذارا مستفید شوند از این مواد چیز ما باور نمیکنیم در این دو سال با این بیروکراسی که ما در دا داخل داریم اینا قابل تطبیق باشه خب آقای رسولی با این سهولت های هایی که دولت بر سرم... جذب سرمایه گذاری در افغانستان فراهم ساخته دلیلش این است که سرمایه ها جذب نمیشه دلیلش این بوده میتنه که تطبیق نمیشه فقط روی کاغذ بخی میمونه اکثرا دمی پالیسی های تشویقی ما که در ما در سابق هم بسیار موارد بسیار خوب بوده کمیسیون ها جور شده پالیسی ها گرفته ولی تطبیق نشده. تا نشده که یکی و در کنار از بعضی موانع زیادی بود ایجاد میشه. یک مثال من بر شما بگم که تقریبا نزدیک دو ماه است. دروازه های کابل شاروالیا که یک پاتک داشتن که اونجا محصول گمرکی را جمع میکدن او دو مرتبه فعال شد در تاریخ هفته هود در حالی که در چند ماه پیش شرای وزیران تصویب کرده بود که محصول خدمات شهری مربوط به ها اینها در گمرکات گرفته شود از محصول گمرکی گرفته شود و مجموعی می پیسیش وارد شود به حساب شاروالی ولی متاسفانه شاروالیا، شاروالی ها مخصوصا شاروالی کابل این را قبول نکردن و بازم بر اساس یک فیصله که به دشوره وزیران تصویب کردن و بازم در تاریخ هفتی هود و همی در را باز کردن سکتور خودسی به خاطر ای این موضوع را میدانه که در این جمعوری محصول خدمات شهری در داخل دروازه های کابل اینها یک فساد است یعنی با او خطر از پرداخت محصول ابا ورزیده و تا حالا جریان داره بسیار از مواد سیلاکی مواد ساخت و مال اینا همچنان مطالعهشون هستن گمرک متوقف کرده که ما مسئول پرداخت نمی کنیم. یک موضوع موضوع دیگهش بود که جریمه عدم جریمه تاخیر در بلانس مالیاتی که بود که بعضیا که مثلا ترگ پیشه کرده بودن او یک زمانی بود که روزی 500 افغانی باید پرداخت میکردن بعد از او با اصرار اتاق تجارت و با نهادهای مربوطه این معاف شد به سال 10000 افغانی به خاطر چی که یک کمپنی مثلا اف سال او فعالیت نداشته ولی اگه میخواد اینا دو شروع به فعالیت بکنه باید هزینه سنگینی رو به حکومت بده به جریمه خودن خب پس این منصرف میشه از که من بیایم با سرمایه‌گذاری میکنم ایرا تا چه وقت پیش امی بود که امی ده هزار افغانی رو بله ها یعنی که هزار افغانی رو بگیرن و دو مرتبه یک شرکت فعالیت خود شروع بکنه ولی متاسفانه میبینی بازم همون سیستم سابقه است که روزی 500 افغانی در سال چقدر میشه در چند سالی که یک نفر ضرب ازو بکنین تقریبا نصف سرمایه ازی رو باید به حکومت به نوع جریمه پرداخت بکنن پس به این نتیجه میرسیم گفتی که آقای هدی عنوان کرده به خاطر جذب سرمایه گذاری این بی اثر از نتیجه ای نخواد داشت پالیسی خوب است به نوبه خود هم خوب است یک مقدار پیشه که ما گفتم یک مقدار مشکلات داره ولی تطبیقش بسیار مشکل است در داخل افغانستان با سیستم دموکراسی و با این نبود هماهنگی ام بین نهادهای دولت و پارلمان خوشبین سوا. نیست بخاطر اتاق ما اگر تطبیق شود ما خوشبین هستیم تطبیق شود بسیار کاری خوب است نیک است ما می‌بینید امیر شما وقتی که بررسی بکنید میزان جوازهایی که اداره آیسا به سرمایه‌گذاری ده, ده سال داده 70 درصد جوازها به چند سکتور محدود داده شده یا ساختمانی بوده یا لوجستیک بوده یا ترانسپورت و چیزا بوده وقتی که با با کاهش کمک‌های خارجی با کاهش پروژه خارجی این سرمایه ها سرگردان میشه ده. نزدیک به 7 میلیارد دلار در کشور سرمایزه شد چیز در حدود 4 میلیارد تا 3 میلیارد دلار در این قسمت ها بود اینها سرگردان میشن در کدام قسمت برن و بهترین و بهترین و سودآورترینش این است که به کشور حوزه خلیج برن ما نمیخوایم سرمایه کشور خارج ما میخوایم در کشور سرمایه‌گذاری بیشتر شوه نه که رو خود بیاریم حفظ بکنیم حتی سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب بکنیم به همین خاطر ما اتاق تجارت حیات هندی رو دعوت کرد تقریبا حدود یک ماه پیش در هفته آینده حیات از ترکیه رو میاره در دعوت میکنن نمایشگاه افغان ترکه داریم تمام هدف ماست که سرمایه گذاری بیشتر شود جذب شود بله جذب شود و و حکومت هم در این راستا حرکت میکنه ببخشید بسیاری از بازرگانان که سرمایه گذاری کردن از نبود زمین نبود برق و نبود امنیت شکایت دارن و به خاطر سرمایه خود از افغانستان کرده و با کشورهای دیگر میرن اه. سرمایه گذاری میکنن طبعا بسیار مشکلات در افغانستان وجود داره بسیار ما چند نمونه شو میخوایم مثال بگم یک موضوع امنیت است امنیت اگر ما حساب بگیریم دو بود داره. یک امنیتی عمومی است که کل مردم از اون متضرر میشن جنگ با طالبان است و تروریسم در منطقه است هر کس هر شهروند افغانستان از اون متضرر میشن و باعث تاسف است ولی یک امنیتی است که بسیار مشخص هدف قرار میده سرمایه گذار کشور به خاطر چیزی است که وره اختطاف میکنه اولادش اختطاف میکنه فامیلش اختطاف میکنه او مجبور است یک هزینه زیادی را برای حفظ جان خود و جان فامیل خود در نظر بگیره و این هزینه بالا میره در حالی که در دیگر شورا همچین چیزی وجود نداره و اونا از نظر امنیتی و ذهن آرام داره و بعضی موضوعات دیگه است مثلا توزیع زمین ما در افغانستان به وفور زمینای دولتی داریم ولی به خاطر یک بیروکراسی بسیار طولانی وجود داره در برای توزیع زمین اینها ما تا بخوایم که مراحل توزیع زمین رو کم بکنیم بسیار وقت میگیره و یکی موضوع برق است برق در افغانستان درست است که مقدار زیادی برق وارداتی است ولی که سکتور خصوصی انتظار دار آلده دا دیگه که شارع برق سابسایدی میتن حکومت ما از حکومت خود سابسایدی نمیخواییم ده. ولی از حکومت انتظار داریم که برق به قیمت تمام شد به بخشای به پارک های سنتی بده دیگه از پارک سنتی دیگه سود نگیرن انظر درست است که دولت میگه آید ما کم میشه آیده که دایرکت آید است که مستقیمه ولی یک یک فابریکه جور شده برای دولت بسیار آیدای غیر مستقیم وارد میشه شغل ایجاد میشه تولید خالص ملی بالا میره و بسیار مسائل دیگه به اون خاطر برای برق قسمت صنعتی نباید که برق از او مواد گرفته شود و بسیار مشکلاتی دیگه هست مثلا در کارهای صادراتی ما یک مقدار از او تخص گرفتن بیشه برای صادراتی باید کم شد اگرچه در پالیسی گفته شده که تا سی فشار کم شد و کار خوب است امیدوار هستیم که اینا تطبیق شد اگر تطبیق شد کار نیک است ولی من باور نمی کنم که با این همانگی ضعیف با این بیروکراسی در حکومت افغانستان وجود دارد و این هشت نو قانونی که من پیشتر بس 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 یاد کردم اینا دو مرتبه بازنگری تصیب شد بسیار زمان گیر است و, بس ها. و یک نکته بسار باشیم اضافه بکنم که در امیال که وقتی که کشورهایی که میخوان اصلا در دنیا یک همه میفهمند یک رقابت برای جذب سرمایه و هر کشور برای این میسنجه آ که آیا من یک ست هزار دلاره اگر من جذب بکنم دو نفر در کشور من صاحب کار شه او یک منفعت از بازو کشور بسیار که مردم میفهمند که کشورهای خارجی که در افغانستان بعد از سال 2014 پروژه خارجی کم میشه این سرمایه ها کجا میره سرگردان است اینا را تشویق میکنن به کشور خود میبرن حوزه کشورای حوزه خلیج فارس کشور عرب یک از این نمونه است تشکر پس از وقت خبر میگردیم با ما باشید کاربار خوش آمدید خب آقای رسولی شما پیشتر اشاره کردین که بسیاری سرمایه گذارا جذب میشه در کشورهای خلیج فارس این در حال است که چل هزار کارگر ما بیکار سن و, و این کاش و فعالیت های اینا رکود اقتصادی رو بر افغانستان وسعت نمیته؟ طبعا با دوره انتقال و دمچون دوره تحول با کاهش سرمایه گذاری با کاهش پروژه خارجی طبعا فیصدی بسیار زیادی سرمایه گذاری ما, ما کم میشن و یا متوقف میشن و طبعا بیکاری بسیار زیادی در کشور پیش خواهد و ما میبینیم که همیاره چقدر مردم افغانستان بیکار هستن ولی همواره وزارت کار م... و امور اجتماعی تاکید بری داره که ما نتیجه خوب گرفتیم و بیکاری کاهش پیدا کرده ما... ما وقتی که در ده سال گذشته چقدر بیکاری زیاد بود و حالا در دمی... سال 2012 و 2013 که پروژه کشور خارجی کم شد در اینجا پروژه لوجستیک ساختمانی کم شد تعداد زیاد بیکار شد بله. آیا ای بیکاری کم شد زیاد شد طبعا زیاد شد امیال فیصدی بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است متاسفانه به خاطر یک آمار مرکزی آمار دقیقی ما در افغانستان نداریم یا آمارا دقیق نیست اگر یک, یک سروی درست است چه ما،, ما فکر می که افغانستان یک از شاید بیشترین بیکاری ها را در سطح دنیا داشته باشه بسیار ما زیاد دارم. بیکار داریم و طبعا داره اگر یک دقیق شود بسیار و همچنان این بیشتر خواهد شد در سال 2014-2015 وقتی که ما میبینیم که کشورهای خارجی دیگر پروژه ندارن در افغانستان و همو چند میلیارد دلاری که در کنفرانس توکیو وعده کرده بودن و هم با شرایطی میدن به اون چیزا که اون شرایط دولت افغانستان های برابرده میتونن میتونن اینجا کل سوال است پس این به وطنها یک را میمانه که چی بکنن که سکتور خصوصی کشور قدم پیش بگذاره اینها را تشویق بکنن اینها را به ازن امتیاز بتن بر از اونها بسیار ها رو بدن به مگذار خارجی که اینها بتونن اما خلای کاهش های خارجی را سکتور خود پر کنه دیگر راهی ندارن او آیا دولت افغانستان میتونه مثل سابق مثلا فرض فابریک فابریکه جنگلک فعال بکنه یک 200 نفر کارگر داشته اینجا گفته های وجود داره که دولت افغانستان پلیسی رو که در طول ده سال نتانست تحقق ببخشه در طول 8 ماه یا 6 ماه چطور خاطر است این جای سوال است به خاطری که در می سال اینا چی کرده بودن که در می سال بکنن و شما میبینید که در میده سال با چقدر مشکلات سکتور خصوصی روبرو بوده ولی که همچنان به کار فعالیت خود ادامه داشته همچنان یک چند میلیارد دلار یک سرمایه کرده در حالی که بسیار شرایطی بسیار خوب در دیگه کشور ها فراهم است بله. در همیال در بسیار کشور اروپایی کشور آمریکایی شما با یک سرمایه کم بیتانید اتا اقامت بسیار طولانی کشور داشته باشید چی ضرورت است که بیده اقونستان سرمایه گذاری بکنه اینا جای سوال است وقتی که من اینا, اینا, اینا با باور بکنید که اگر اقرار نکده باشم که سرمایه‌گذاری در افغانستان یک سرمایه‌گذار در حق فداکاری میکنه ده. که در کشور می سرمایه‌گذاری میکنه به خاطری که جارش در خطر مالش در خطر و, و و, از او هم کدام نتیجه میگیره یا میگیره؟ اشتباه بسیار مهم است بله طبعا به این نگرانی های برای دولت افغانستان وجود داره که بعد از سال 2014 یا دوره بعد از آینده این بیکاری در کشور چطور خواهد چطور با این بیکاری را از بین ببره برای مردم ایجاد شغل بکنه طبعا سکتور خصوصی تشویق سکتور خصوصی امتیاز دادن به اونها حتی زمین های دولتی که وجود داره که اینها بایر ماندن بیکار ماندن خو اینا را دولت از دیگه کشورها توضیح میکنه مثلا رایگان به سکتور خصوصی فقط میگه بیا سرمایه کن زمین زراعتی است که بیکار ماندن میگه بیا آباد کن به نام خود به خود آباد کن مقصد بیا آباد بکن این چیزها را باید حکومت افغانستان در نظر بگیره پالیسی های. پالیسی که فعلا جور کردن برای دو مدت سال 2013 و 2014 و بعد از او بعضی پالیسی هست مثلا در قسمت زراعت تا سی سال زمین دولتی رو به اجاره میدن بسیار کار خوب است ولی کن این ضرورت داره که به هشت قانون تعدیل اینا تعدیل شود و بازنگری شود و این زمان طولانی میگیره و امیدوار هستیم که نهادهای حکومتی افغانستان به شمول پارلمان یک مقدار تلاش بکنند یک مقدار خود شور بتن و امی چیزها را تصدیب بکنن که تجارت اتاق تجارت در اینجا اتاق تجارت در تمام از این پالیسی ها نقش داره نظرات خود گفته فرض مثال در بازپرداخت قرضه ای که 5 تا 10 سال است برای بعضی که شرکت های گفته شده که تا 15 سال یعنی بعد از 15 سال شروع کنن به این بازپرداخت قرضه اتاق تجارت یه مصدقه کرده که از 15 سال بیشتر شود به که یک کمپنی بسیار باز امتیاز امتیاز با داده دا دا شده که او بتونه سر خود ساخت شما ما در یک منطقه فعلا زندگی میکنیم به نام مرکز آسیا و بایی وضعیت تجارت دنیا ما بسیار سخت است که رقابت بکنیم با دیگه کشورها اگر پالیسی حمایوی دقیق نباشه اگر بسیار امتیازاتی که بهتر از دیگر است برای سکتور خصوصی نباشه سکتور خصوصی نمیتونه فعالیت به فعالیت بکنه وقتی که ما میگیم که مالیه را بالای کالاهای وارداتی مشابه که داخل تولید میشه بالا ببرین درست از وزارت تجارت ایران میگه که آیا شما نیازمندی های داخل افغانستان رو تامین میتونید ما میگیم بله ما میتونیم شما یک بار امتحان بکنید ما میتونیم مثل که سر نوشابه شما 40 فیصد تعرفه گمرکی رو بالا بردید ما به میال به خودکفایی رسیدیم از طریق نوشابه مو... نوشابه غیر و حتی صادر میکنیم به کشور آسیای و در دیگه ها شما همین پالیسی حمایتی در نظر بگیرید ما مالیه را سر مال کالای وارداتی زیاد بکنید اگر سکتور خصوصی توان مقابله نداشت توان تولید نداشت باز میتونید که شما بازم چیزا بالا خب آقای رسولی آقای خانجان الکوزای ما اول اتاق تجارت در یک گزارش ابراز داشتن که سردار مصطفی صادرات و خاطر که محیط زیست خراب نشه صادرات پسته انگور و بادام در کشور منع کردن که خودش باعث فرار بازرگانان از کشور میشه خب چی کارهای در خدمت صورت گرفته اتاق تجارت در قسمت چی نقشه داشته ببینید یک از مشکلاتی که ما در داخل افغانستان داریم که در دیگر کشورها نیست بیروکراسی کمیسیون و کمیسیون بازی است تعدد نهاد هاست تعدد جواز هاست تعدد امضا هاست اینها سکتور خصوصی را در سرد میکنه در دیگر کشورها شما با یک امضا با یک دو امضا یک پروسه رو مراحل میکنید در افغانستان نهاد ها بسیار زیاد است کمیسیون ها زیاد است فرض مثال علی یک موضوعی که شما گفتین یک از موضوعات است که بخاطر که آلا یک تعداد وزارت صحت یک گبه میگه یا نهاد اداره یک مربوطه یک چیز دیگه میگه آلا اداره محیط زیست او هم آمده که من هم هستم من هم یک نهاد هستم یک سکتور یک تاجر یک سرمایه‌گذار باید به چند نهاد جوابگو باشه به چند نهاد به ده نهاد در حال دیده که به یک نهاد جوابگو است و اون نهاد وظیفه‌اش است بر... اگر موضوع صحت است موضوع یک وزارت اگر موضوع تجارت است یک وزارت با مخاطر این تعدد چیزها باعث میشه که دل سرد میشن سرمایه گذاره و سرمایه گذاره این یک چیزه بسیار من تاکید بکنم بیرندان گرامی در نظر داشته باشن سرمایه گذار همیشه پوش مفاد خود میبونه هیچ وقت در جایی که ضرر بکنه سرمایه گذاری نمیکنن و زمین راه بسیار باز است برایشون در هر کشوری که اینا برن میتونن سرمایه گذاری کنن با مخاطر این اگر حکومت افغانستان میخواد که ها برای محیط کاری بکنه یک چیز باید در نظر که متزیس خوب, خوب است که پاک باشه ولی کن ای نباید یک حالتی شو که زربا نباید که مثلا یک یک هزار کارگر بکش. بله. که آقای رسولی بر گردیم به نمایشگاه که برگزار شده در هرات و آیات از اتاق تجارت همون جوزور داره. آیاتی که از اتاق تجارت همون جوزور داره چگونه یافته ای نمایشگاه را چیگونه از یابی کرده؟ نمایشگاه در کل ما اتاق تجارت اداره حمایت سرمایه گذاری و اداره انکشاف صادرات سه نهادی هستیم که در قسمت ایجاد نمایشگاه ها برگزاری نمایشگاه ها و در مجموع به هدف ارتقاء سطح توانمندی سکتور خصوصی به پیدا کردن بازار برای سکتور خصوصی نصرت سکتور خصوصی تا کار میکنیم با هم مشترکان کار میکنیم ده هر نهادی ده هر نمایشگاهی از یک دیگه دعوت میکنیم با هم هم دیگه کار میکنیم نمایشگاه صنعتی که در برگزار شد یک دومین نمایشگاهی است که اداره آیسا قبلا در خیمه برگزار کرده بود همچنان ما یک نمایشگاهی را برگزار خواهد کردیم هفته آینده نمایشگاه افغان ترک است و تمام از این اینا در یک هدف است و هر سه ارگان در یک هدف حرکت میکنند و او ارتقای سطح سکتور خصوصی پیدا کردن بازار برای کارهای صادراتی است و ما از این نمایشگاه که هرات است استقبال میکنیم حیات ما آقای خانجان الکوزی ما بین اول اتاق دو اونجا شارا بودن و مثال از اتاق تجارت حراد دو اونجا شارا کردن سند کارایی کسن دو اونجا, اونجا, اونجا بودن و ما از این گونه نمایشگاه استقبال میکنیم چی در دا داخل باشه و چی در خارج باشه برای و بهتر کردن اقتصاد کشور بسیار مفید است تشکر از شما آقای رسولیش این بود کار بار امروز که تقدیم تان شد از توجه و همراهیتان تان تشکر از شما دعوت میکنم که در ساعت 5 با هم کاران بخش خبر مولیز باشید خدا نگهدار